آخه مگه آدم بی خودی این سگ و شغال به هم میپره؟ حالا خوبه همینجوری ساکت شدی یا همش خودتو میخوری؟ نه دکتر میایی، نه میذاری به زخم دست بزنم. اونا یه چیزی گفتن، تو میخواستی کوتاه بیای. تو که لات نیستی، تو نویسنده‌ای، فهمیده‌ای. اگه قرار بشه هر کی یه چرند از دهنش در بیاد، آدم بخواد جلوش وایسه که باید روز و شب با مردم سر دعوا داشته باشه. تازه مگه اون چی گفت؟ از من تقاضای رقص کرد. تو باید هم اونو به اون روز بندازی، هم خودت اینجوری بشی؟ آدم وقتی با یه خانم میره یه جا میشینه، باید فکر خیلی چیزا رو بکنه. باید کوتاه بیاد. خیلی چیزا رو باید ندیده گرفت. از این مزاحما زیاد هستن. اومدیم و یکی تو رو با این وضع میدید. اون وقت چی میشد؟ حالا میفهمم اون روزایی که با هم قدم میزدیم و تو میگفتی آدم باید بیشتر فکر کنه درست‌تر بود. من همیشه دوست داشتم تو شلوغ باشی. تو یکی حرف زد جلوش وایسی. اما حالا میفهمم فقط این حرفا. من امشب آبروم رفت. خیلی خوب فرخ. یواش یواش مثل اولت بشو. خواهش میکنم. دیگه بسته، هیچ جور نمیتونم به چشمت نگاه کنم. بیا یه فکری بکن. دیگه مثل اولت نیستی. شدی مثل لاتای 20 سر و پا. بسته دیگه. نگاه کن. به من میگن رضا. ما این اولم هم. همیشه من همین ریختی بودم. به من میگن رضا موتوری. میفهمی خانم جون؟ اون فرخان الان کت بسته تو دیوونه خونه جام منه. به من میگن رضا موتوری. رضا دوسته. من نمیتونم این ریختی مؤدب باشم. من یه جور دیگم. اگه میشستم پاک آبرون پیش خودم میرفت. به درک که آبروی تو رفت. من اگه یه رو دعوا نمی کردم اون رو شب نمیشد. قالی رو همچین تو اتاق نارخوری بعد مهمونی میزدم که برش داغ داغ روش بود. بعد گوشتم کنارو شروع کردم این سینما و اون سینما فیلم بری کردن. اون موقع ده تا سینما یه فیلم میذاشتن. اما وقتی من باز دو مرتبه رفتم سراغ دزدی که سینما هر کدومشون تنهایی فیلم نشون میدادن. آره همه دیگه تنهایی. با بچه ها رفتیم یه کارخونه رو زدیم. کی باز پوله رو ببره زودتر هم مرکه جیم بشه؟ من رضا موتوری. میفهمی؟